سفر یک روز برای گرفتن کمک و تسلیحات استراتژیک، دیدار با بایدن و سخنرانی در اجلاس مشترک مجلس نمایندگان و سنا. زلنسکی، رژیم ایران متحد روسیه در سیاست نسل کشی در اوکراین. اگر آنها با پهپادهای ایرانی به ما حمله کنند، مردم ما باز هم در پناهگاه ها همچنین پشت میز جشن می نشینند. ما ایستادگی می کنیم، می جنگیم و پیروز می شویم. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که در سفر یک روزه خود پس از جنگ در واشنگتن برای گرفتن کمک‌های کلان و تسلیحات استراتژیک به ویژه سیستم‌های ضد موشکی پاتریوت، با رئیس جمهور و شمار دیگری از مقامات ارشد آمریکایی دیدار کرد، گفت: زلنسکی همچنین در اجلاس کنگره و سنای آمریکا سخنرانی کرد و برای اولین بار در برابر مردم و نمایندگان آمریکا رژیم حاکم بر ایران را به عنوان یک حکومت تروریستی و سهیم در نسل کشی در اوکراین معرفی کرد و تأثیر مرگبار پهپادهای رژیم ایران بر روی زیرساخت‌های اوکراین را خاطر نشان کرد. زلنسکی در سخنرانی خود در کنگره در مقابل اعضای دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا گفت: وقتی روسیه نتوانست با حملات موشکی خود شهرهای اوکراین را نابود کند، در این سیاست نسل کشی شریک جدیدی پیدا کرد، یعنی رژیم ایران. رژیم ایران صدها پهپاد مرگبار خود را به روسیه داد تا زیرساخت‌های ما را مورد هدف قرار دهد. بدین گونه است که یک تروریست دیگری را پیدا می‌کند. اگر ما آنها را الان متوقف نکنیم، شاهد تهاجمشان به کشورهای دیگر خواهیم بود. البته ما برای آزادی و استقلال خود با شرافت و موفقیت خواهیم جنگید. When Russia cannot reach our cities but its artillery it tries to destroy them with missile attacks, more than that, Russia found an ally in this genocidal policy, Iran. Iranian deadly drones sent to Russia in hundreds became a threat to our critical infrastructure. That is how one terrorist has found the other. It is just a matter of time when they will strike against your other allies. If we do not stop them now, we must do it. I believe. زلنسکی همچنین گفت: اگرچه امروز به خاطر نبود برق کشور ما در خاموشی به سر می‌برد، اما کریسمس را با نور ایمانی که هرگز در دلهایمان خاموشی پذیر نیست جشن خواهیم گرفت، حتی اگر پهپادهای رژیم ایران ما را مجبور کند در پناهگاه‌ها به سر ببریم، اما باز هم بر سر سفره کریسمس جمع خواهیم شد و به همدیگر تبریک خواهیم گفت و آرزو خواهیم کرد، آرزویی که برای همه مان یکی است: پیروزی. Celebrate Christmas and even if there is no electricity, the light of our faith in ourselves will not be put out.
If Russian missiles attack us, we'll do our best to protect ourselves. If they attack us with Iranian drones and our people will have to go to bomb shelters on Christmas Eve, Ukrainians will still sit down at the holiday table and cheer up each other. And we don't have to know everyone's wish, as we know that all of us, millions of Ukrainians, wish the same, victory, only victory. مسعود رجوی 21 آذر 1401. همه می‌بینند که خامنه‌ای و جلادان زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمند، اما ارباب بی‌مروت ارتجاع و استعمار به جای جلاد قربانی را از خشونت پرهیز می‌دهند. جوانان شورشگر و انقلابی فریب نمی‌خورند. تنها راه برای آزادی، قهر انقلابی و ارتش آزادی با جنگ صد برابر و تهاجم حد اکثر است. بیچاره آخوندهای شب پرست از یاد برده‌اند که قرآن می‌گوید مرده مپندارید، شهید زنده است و هرگز نمی میرد. لفاظی و اشک تمساح انتقادی برای مردم ایران از راه دور کافی است. با 1% آنچه به اوکراین می دهند، ارتش آزادی بخش می توانست کار را تمام کند. البته ما همان 1% را هم نمی خواستیم، ولی به درخواست رژیم آخوندی و برای همین رژیم بمباران و خلع سلاح و بعد هم فروپاشی نرم و شیطانسازی سخت پیشه کردند. ولی ما سوگند خوردیم که 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف بسازیم و چنین شد. اگر راست میگویید سفارت‌های رژیم را تعطیل کنید، پاسپورت مزدوران را باطل و آنها را اخراج کنید، ضرورت انحلال سپاه خامنه‌ای و وزارت اطلاعات و حق مقاومت و سرنگونی فاشیسم دینی را به رسمیت بشناسید.